سرخط خبرها. برادرکشی در بغلان. اخراج 4 افغان از امارات متحده عربی به علت حمل بیرق طالبان. زخمی شدن پای یک مرد توسط خروس جنگی خودش. سلام و درود. امروز پنجشنبه 6 اپریل 2023 میلادی مصادف است با 17 حمل سال 1402 هجری شمسی. با من رازی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. مسئولان امنیتی گروه طالبان در ولایت بغلان میگویند که یک مرد در ولسوالی بغلان، مرکز این ولایت، برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانیده است. دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بغلان در خبرنامه گفته است که این رویداد حوالی ساعت 11:30 دقیقه پیش از چاشت روز پنجشنبه 17 حمل در مرکز ولسوالی بغلان رخ داده است. به نقل از خبرنامه، عامل قتل سمیع الله نام دارد و پس از درگیری با برادرش او را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز پنجشنبه طی نشست در حقیب دروازه های بسته در مورد ممنونیت کارمندان زن، سازمان ملل متحد از سوی گروه طالبان بحث کرد. این در حال است که مقام های سازمان ملل متحد این اقدام تازه طالبان را نقض منشور این سازمان خوانده و خواهان حذف فوری آن از سوی طالبان شده. الاک بروف تاکید کرده است که سازمان ملل متحد این اصولش را هرگز نادیده نخواهد گرفت. سازمان ملل متحد 3300 کارمند افغان در افغانستان دارد که حدود 400 تن از آنها زنانند. شماری از معلمان مکاتب دخترانه در ولایت پنجشیر می گویند که ریاست معارف حکومت طالبان در این ولایت روی تشکیل جدید کار می کنند و قرار است که بست های معلمان زن صنفای بالاتر از ششم را تنقیض کند. چند نفر از این معلمان در تماس به یکی از رسانه ها می گویند که ریاست معارف ولایت پنجشیر به آمریت های معارف ولسوالی ها و مدیران مکاتب هدایت داده است تا لست آموزگاران بدون مضمون درسی را تهیه کنند. دو منبع در ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت پنجشیر تصمیم تنقیض بست های آموزگاران زن را تایید می کنند. مسئولان در ریاست مهاجرین تحت اداره گروه طالبان در ولایت بلخ اعلام کردند که برای 1000 خانواده های بیجا شده تخته های سولر و وسایل مورد نیاز برق آفتابی توزیع کرده اند. اسدالله وفا رئیس این اداره در بلخ می گوید تخته های سولر که توان تولید برق آفتابی را دارند بر روز چهارشنبه 16 حمل در هماهنگی با دفتر آقا خان توزیع شده است. آقای وفا می افزاید که این بسته ها به خانواده هایی که در پی حوادث طبیعی و جنگ های سال گذشته به شهر مزار شریف بیجا شده اند کمک شده است. هزینه این کمک برای هر خانواده مبلغ 5000 افغانی اعلام شده است. منابع به رسانه ها گفتند که با وجود درخواست دیپلمات های گروه طالبان، امارات متحده عربی 4 افغان را از این کشور اخراج می کند. این افراد در جریان بازی کرکت افغانستان با پاکستان بیرق گروه طالبان را به میدان برده بودند. منابع گفتند که این افراد با
به قنصل حکومت طالبان در دوبای مراجعه کرده و خواستگار کمک شده اند. مقامات گروه طالبان در دوبای با مقامات امارات در تماس شده و از آنها خواسته اند تا این 4 نفر را اخراج نکنند. اما حکومت امارات حکم اخراج آنها را صادر کرده است. ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک بیانیه ویدیویی گفته است: وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله ظالمانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدت محکوم می‌کند. این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینی‌های بی‌گناه. او افزوده که این گونه حمله به نمازگزاران بی‌گناه، بی‌حرمتی به اماکن مقدس، نقض قوانین بین المللی اسلامی و بشردوستانه بوده و برانگیخته شدن احساسات مسلمانان جهان است. شب گذشته برای دومین شب متوالی در داخل مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیری رخ داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که طی یک سفر رسمی به چین رفته از شی جین پینگ همتای چینی خود خواسته است تا نفوذ خود بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به کار گیرد. رهبر چین و فرانسه در صحنه جهانی تاکید کرده و خواستار گسترش و تقویت روابط میان دو کشور شده اند. رئیس جمهور فرانسه در یک دیدار رسمی به چین سفر کرده، در سخنان خود از محکوم کردن علنی روسیه به خاطر حمله علیه اوکراین خودداری کرده است. خروسی که برای جنگ خروس‌ها با پایش یک تیغ بسته شده بود، به صاحب خود حمله نموده و او را زخمی کرد. صاحب خروس که یک مرد مکزیکویی است، برای اینکه حیوانش در مسابقات خروس جنگی برنده شود، با پایش تیغ بسیار برنده بسته کرده بود تا حریف خود را شکست دهد. اما هرگز تصور نمی کرد که خودش قربانی این حادثه شود. این مرد مکزیکویی که خروس خود را برای یک مسابقه آماده می کرد، با پرش های این حیوان به شدت زخمی شد. در ویدیوی منتشر شده دیده می شود که خون زیاد از پای این مرد جاری شده است. با نشر این خبر و پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من روزی اختری با اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.